به نام خداوند پاک و بی نیاز با عرض سلام آرزو دارم جور و باشین شاگردای عزیز و گران قدر درس های بیولوژی رو می میکنین از کتاب صنف نهم و بلکچر اجده رسیدیم رسیدیم انوان از اس انواع استخوان ها دوستای نازنینم استخوان ها از نظر شکل ظاهری خود و چهار گروپ تقسیم میشه کتاب شما اینجا سی گروپ آورده این چهار گروپ یک استخوان های طویل، طویله یا دراز می باشه مثلا دوستای نازنین استخوان بازو در نظر بگیریم اینو تی یک استخوان است تقریبا این مگه میگیم استخوان طویل طول داره استخوان طویل یکی استخوان های پهن یا اموار است مثلا استخوان بلک شانه این تو یک ساختمان داره تقریبا دیگه استخوان های کوتاست مثلا استخوان های انگشتا این تو تو خرد خرد است این استخوان قصیره میگیم باز اگه یک استخوان نه طویل بود نه مستوانه باز غیر منظم مثلا استخوان های بند دست یا بند پای میتونیم در او شاملش بسازیم به هر صورت کتاب شما چی گفتن و استخوان ها در بدن انسان و سایر فقاریه ها سینه و استخوان وجود داره یک استخوان های دراز مانند استخوان ران کمی بزرگترین و طویل ترین و سنگین ترین استخوان بدن ماست استخوان های کوتاه مثل بند های انگشتان استخوان های پهن مثل جمجمه آیا مثل دیگری از تخنه های دراز و کوتاه و پهن داده میتونیم؟ بله بگیرین از ساق پای دو داریم در دست بازو این استخوانهای دراز هستند از استخوان های کوتاه انگشت های پای میتونین مثال بتین از های پهن مثلا استخوان لگن خاصره را میتونین مثال بتین تنه استخوان های دراز و بخش خارجی استخوان های کوتاه و په از نسج متراکم می باشد دو سر استخوان های دراز و بخش های میانی استخوان های کوتاه مانند های دست و پا استخوان های پهن مانند استخوان های بیلک شانه و اقبار ها از نوع اسفنجی می باشد که دیگه شما ایره در استخوان های گوسفند دیدین بعد از یک ذره توجه کنین گوشت خریدین استخوان ها رو بین یا قصابی برین ببینین تقریبا مشابه است اسکلت گوسفند با اسکلت ما انوای استخوان انوای استخوان را تشکیل کرد آنو میگه سه نو از طویل کوتاه انوار مثال میده. میم سر غزروف یا کارتلیچ بخش مهم دیگری از اسکلت انسان را غزروف تشکیل میدهد غزروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است ولی نرمتر و این اطاف نرم است این اطاف است از استخوان غزروف ها در بین بعضی استخوان‌ها ها قرار میگیرند تا مانی ساییده شدن آنها به هم دیگر شوه مثلا در بین مورای ستون فقرات دسکای غزروفی است همون که دسک کمر میگن یعنی اون, اون دسک خود پاره میکنه خراب میشه محافظه اون از کسایی که پاره شده میبینین از راه رفتن ماندن درد شدید تحمل میکنن به هر صورت غزروف فهمیدیم ساختمان های نرم همین که وقتی گوشت پخته میکنیم بعضی وقت غزروف میبشه که دندان هم خورده میشه ترق ترق میکنه غزروف چیست؟ غزروف چیست میگین یک نسج منظم است نسبت به استخوان نرمتر و قابل انعطاف پذیر مییم سر مفاصل مفاصل محل اتصال استخوان هاست جایی که دو یا چند استخوان با هم اتصال پیدا می رو میگیم مفصل باز مفاصل از نظر حرکتشان میتونه حرکتشان یک طرفه دو طرفه یا حتی خوب متحرک باشه یا غیر متحرک باشه مثلا مثال بر شما بتونم مثلا استخوان بازو مفصل یک مفصل یک طرف است که قات میشه اما اون طرف قاط نمیشه اما از بند دست یک مفصل خوب متحرک داریم سعی کنید این حرکت میتونه قبض و بست و چپ و راست و دورانی میبینید این کل حرکات ها تانست و از ستون و فقرات میبینید دیگه حرکاتش محدود است فرض مثال به این طرف زیاد ستون فقرات ما نمیتونی یا به هم زیاد همش کرده نمیتونیم و بیخی غیر متحرکه در مفاصل جمجمه خود میبینیم این از نظر حرکات مفصل میتونه زیاد متحرک یا کم متحرک یا غیر متحرک باشه مفاصل محل اتصال استخوان ها با هم دیگر و نقاط ضعیف اسکلت میباشد بنابراین نگهداری و محافظت از آنها لازم و ضروری است مفاصل را بساس اساس ساختمان و نو حرکت به سی گروه تقسیم میکنه یعنی حتما میگه متحرک نیمه متحرک و غیر متحرک بر صورت مفاصل باید احتیاط شد کسای کلاب کار میکنن یک ما وقت مفاصلشان پاره میشه چون وزن زیاده میگیرن یا حرکات نادرست انجام میدن یک سوال اگر میاره مفصل چیست مفصل چیست میگن مفصل ساختمان هایی که دو یا چند استخوان با هم وصل میکنن. باز در بین مفصل ها یک مایه می باشه مایه ساینوویال که روی استخوان ها رو چرب نگاه میکنه بعضی ها شنیدین زانو درد است میگه مایه زانویت کم شده مایه مفصل کم شده اون مایه ساینویال که مثل گریس ایر نرم نگاه میکنه کم شده از نظر حرکت مفاصل سه از غیر متحرک نیمه متحرک متحرک غیر متحرک مفاصلی هستن که استخوانایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته و حرکت نمیتونه مثلا استخوانه جمجمه مفاصل نیمه متحرک که اجازه حرکت محدود را به استخوان میدن مانند محل اتصال قبرغه با استخوان نیمه حرکت میکنه در تنفس پایین با و بالا میاد و مفاصل متحرک مفاصلی هستند که استخوان های آنها آزادانه حرکت می کند های دارای مفاصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نو انساج ارتباطی به نام ربات یا لگامنت با هم وصل هستند اگر استخوان ها با وسیله این رشته ها محکم وصل نمی بودند مفصل ها با آسانی از همدیگر جدا می شدند خود تو یک وزن که می ورداری چقدر دو سر سیز وزن می ورداری اگر نمی تو های قوی نمی بود که وزن گرفته بودی دست که تو وزن می مانده ربات ها و عضله ها استخوان‌ها را در محل مفصل متحرک در اتصال با یکدیگر نگه می‌دارند در مفاصل متحرک مایع به نام مایع مفصلی یا ساینوویال قرار دارد این مایع لغزیدن دوست و خان را در مجاورت یکدیگر آسان می سازد و استیکاک میان آن دو را کاهش می دهد. مایع مفصلی مناسب ترین مایع برای کاهش دادن استیکاک میان دو سطح هست که روی هم می لغزن. مفاصل متحرک انوای مختلف دارند که برخی از آنها عبارتند از بعضی مفاصل است. من اینجا برای شما میارم انواع مفاصل را تشریح کنید. انواع مفاصل را تشریح کنید. خواب اول مفصل توپ و کاسه توپ و کاسه ای طور است که یک جای تو کاسه مانند است این ما شکل توپ داره در دا اینجا قرار میگیره مثلا دو تا مثال شما پیش از این کتاب تان یکی بین استخوان بازو استخوان هیمورس برش میگرد و استخوان شانه در اینجا یک کاسه داره در دا اینجا توپ خود در اینجا یاد شما باشه که زیفترین مفصل است کاسه خورد از توپش کمی کلان است به می خاطر اکثر مردم بین شانیشان مشکل داره درد داره به خاطر که یک ضربه و اینا که بزنن این ای میتونه خطا بخوره از جایشی ضعیف ترین مفصل ماست دیگه مفصل در ران مامتر است در ران یک کاسه است در استخوان لگن خاصره. و در فیمور هم یک ساختمان توپ مانند داره استخوان یک سر می داشتم شیر قسمت توپ میگیم باز اینجا در استخوان دیگه که وصل میشند تو ساختمان کاسه مانند برش داره که در دا اونجا قرار میگیره خب این مفصل به شما اجازه میده تا دست و پای خود را به هر طرف حرکت داده داری. این مفصل باعث میشه تا استخان ها بتانن به همه جهات بچرخند به طور مثال محل اتصال سر استخان ران که شکل توپ را دارد به دا استخوان لگن خاصره که شکل کاسه را دارد از این از طریق این مفصل پایوان می آبد. چنان چه انگامی که استاده میتونید پای خود را به و عقب چپ راست ترکت دید و سپس آن را به دور مفصل هم بچرخانه این که خود ما استاده نیستم دست خود همی کارا می کنیم من مترس نیم سعی کنیم تو حرکت میتونید تو حرکت می تو حرکت می تو حرکت می تونیم این مفصل ای کمک کده مفصل چپ راست مانند مثل چپ راست کار میکنه دست ما دروازه دیدین دیدیم دروازه ای تو بسته میشه تا اینجا باز میشه دروازه خانه این مفصل چپ راست مانند است چنانچه چپ راست دروازه اجازه دروازه اجازه باز بسته شدن آن را میدهد این مفصل به استخوان اجازه میدهد تا فقط در یک جهت حرکت کند مثل مفصل بین انگشتان دست ها روی دیگر روی یک دیگر خم شود این در این رسم شما می بینین اینی توب مانند است این استخوان پای است ران فیمور اینی هم استخوان لگن خاسره است اینا دیگه یاد دوره فاکولتر مضمون اناتومی رو یاد ما که چیز جالای کتش داشتیم انشالله اکتی دادتان بخیر در طب کامیاب شوین طب زیبایی های خود داره مخصوصا مضمون اناتومی که با بدن شما آشنا شده میرین در یک استخوان شما با صد تا قسمت مثلا در استخوان دارین برای شناساییش اونجا باز برین زیبایی هایش میفهمین خب این یک مفصل توپکاس هست یک مفصل چپ راست مانند است این مفصل زانوس اینی پاتیلا یا اینکه زانو است این استخوان فیمور پایینش اینجاست باز جه دو استخوان دیگه است ساق پا است اینال دوستای نازنین در بعضی وقت این, این مفاصل خراب میشه که خراب میشه دنیای تبابت دنیای تبابت مفصل مصنوعی جور کردن مفصل مصنوعی در سال 1963 یک جرای ارتوپیدی بریتانیایی با ساختن مفصل مصنوعی ران با لگن خاص را مفصل توپ کاسماند یک انکشاف بی را قرار در تداوی امراض مفصلی با وجود آورد موصوف قسمت توپ مفصل ران را از یک فلز حیاتی و قسمت کاسیان را از پلاستیک پولیتلین پولیتلین در کیمیا براتان درس میتمیتلین که پولی کنیم شاگردان پولیتلین حاصل میشه خو پولیتلین و از فلزاتی که خراب نشه زنگشان نزنن فلزات نجیبه باشه در نتیجه اینی پولیتلین میشه که یک نوع پلاستیک است پولیتلین اندانه از پولیتلین هم کاسر ساخت و از فلزات نجیبه او رس شکور زنگ نزنه و کاسی پلاستیک را به لگن خاصره محکم نبود این نوع اختراع برای مردم زیاد کمک کرد به طور مثال اطفالی که با لگن خاصری نازک و استخوان ناقص تولد میشن یا مریضانی که درد شدید التهاب مفصل را در مفصل توپ گاز مانند خود دارند از معیوبیت دائمی نجات داد که امروز خوشبختانه در افغانستان عملیات ها صورت میگیره مثلا شفخانی وزیر اکبر خان متخصصین بسیار بزرگوار این جراحی ها را امروز در وطن ما میتونن صدمات و امراض اسکلتی بعضی اوقات یک قسمت سیستم اسکلتی صدمه میبیند استخوان ها ممکن است کسر نمایند بشکنند و مفاصل نیز می صدمه ببینند یک مفصل به هم خورده عبارت از مفصل است که در آن یک یا بیشتر استخوان ها از جای خود بیرون میشه برآمدگی استخوان که میگیم یک صدمه دیگی مفصلی به نام اسپرن یاد میشد وقتی واقع می شود که یک یا چند رشته ربات بسیار کش شده تاب خورده یا پاره شود گاهی به اثر وارد آمدن ضربه استخوان ها مشکنن شکستگی استخوان ها مشکل مهم است و باید به زودی برای معالجه آن اقدام شود که دو نوع است کس داریم یک ساده است استخوان شکسته ولی گوشت پاره نکرده اما بعضی وقتی شدید مشکنه که خودش مثل کارت عضلات پاره میکنه بیرون میبره ترمیم اونا را زرا دکترهای متخصص انجام میدهند زیرا با... کار بسیار دقیق است چند ساعت پس از شکستگی لخته بزرگ خون در اطراف معلان تشکیل می شود در این انگام تعدادی از جرات مخصوص در محل شکستگی شروع به ساختن مادی استغانی می کنند. در طول هفته های بعد لخته خون از بین می‌رود و نزد استغانی جدید محل شکستگی را پر می کنند. وقتی او را جای به کردن این تو این فکر که شکسته اینجا اینا ای پس دکتر نوک این اجرات نو جور میشه پس به جور شد. ترتیب کار میشه خب پوکی استخوان یا استیو پروسس یک مرضی است که پیش کلان سنا مخصوصا خانما در افغانستان می از کمبود ویتامین دی و کلسیم به وجود میاد در سنین بالا زیاد است وقتی کلسیم نرسه استخوان پوک میشه و زو زود زود درد می داشته باشد پوکی استغان یا استیوپروس مرض دیگری است که سبب می شود نسج است استغان ها کمتر متراکم یا فشرده در این حالت استغان ضعیف شده و بسیار باسانی مشکنن سن پیشرفته و خوراک بدون کیفیت احتمال پوک استغان را بیشتر می سازد علت آن کم شدن ذخیره کلسیم و فسفر است در استغان و اجتناب از ورزش است یعنی ورزش کنید که زن ها در سن بالاتر از 50 سال بیشتر نسبت به مرد با پوک استغان علت چیز زیاد پوشانده هستند آفتاب نمی خور. آفتاب که نخورد ویتامین ساخته نمیشه ویتامین دی را شوای افتاب در بدن ما می سه. خود شوای افتاب ویتامین دی نداره ولی یخت در جلد ما خورد افت کلسترول به ویتامین دی تبدیل میشه که باعث کلسیم را جذب میکنه یکی از دلایل این است که مقدار از کلسیم فسفورس زخیروی وجودشان در جریان آملگی هم به مصرف میرسد. رسد شیر می تن اینی دلایل سبب میشه پیش مادر زیاد است لازم است که در انگام جوانی و نوجوانی فرصت را از دست نداده با اجرای تمرینات منظم سپورتی و خوردن غذای مقوی و که دارای لبنیات و منرال ها باشد غلظت و فشردگی استخوان تان در طول حیات حفظ نکنین خدا بتین بیشترین علت کمر نزدیک شدن صفی غزروفی مهرای کمر با هم است وقتی دو موری کمر نزدیک میشه درد میکنه عصب زیر فشار میگیره در نتیجه به یا اعصاب اطراف فشار وارد میشه احساس درد شدید به همین دلیل است افراد مبتلا باید به با انجام ورزش های خاص یا استراحت کاری کنند که صفی غزروفی دوباره به جای اولی خود برگردد در غزروف رکهای های خون وجود ندارد بنابراین در صورت آسیب دیدگی به کندی بهبود می و در سینین بالا فرسودگی آن جبران نمیشه اگه مشکل در گردن باشه دستا از درد میکنه اگر در کمر باشد پاها هم باش میتونه با مشکل مواجه شاگردای نازنینم از میمونیم بلکچر بعدی در صحبت میکنیم ان تا اینجا موضوعات شما فهمیده باشین و جایی که مشکل داشتین بگوین با که باز ما به خیر در لکچر بعدی براتون تشریح کنم بسیار زیاد دوستتان دارم خداوند یاری آورتان بود